اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. ما زیر سقف دانشگاه آواز همدلی خواندیم. ایران یگانه است. ایران هزار زمزمه دارد. ما هم صدا سرودیم. ایران اگر نباشد ما نیز نیستیم. آنها که در گذار 40 سال جور و مرگ گفتند و باز میگویند، یعنی که هیچ، این جمع پرغرور، این جمع یکدلان را باور نمی کنند. هر گوشه بانگ دشمنی و کین بر آسمان غربت ما تکرار می شود، اما پیام مهر وطن گرمای عشق می ریزد در جان و جان. ما عاشقان میهن در بند فریاد میزنیم پاینده باد ایران، پاینده باد. علیرضا نوریزاده، جمعه 15 ژوئن، 25 خرداد ماه به شما سلام میکنم. گفتم دیروز که فردا شرحی در باب این کنفرانس خواهم داد. 4:30 صداستا، منتها خب باید بهش پرداخت. کنفرانس نه تجمع اقوام بود، نه اینکه نمیدونم سلطنت طلبان با قومیت ها با هم جلسه کرد، اصلا همچی حرفی نبود. شاید برای اولین بار بدون نگاه به رنگ و پوست و نژاد و زبان، ایرانی هایی که دلشون برای وطنشون خونه و میلرزه و وحشت از خم پاشیده شدن ایران رو دارن، دلشون هم نمیخواد که آمریکایی با تفنگ بره ایران براشون آزاد کنه و حکایت عراق و لیبی و این بساطی که میبینیم تکرار بشه. اومدن دوره هم جمع شدن. پایه کار 2-3 سال پیش گذاشته شد. جمعی بودیم، نشستیم با هم صحبت کردیم، بحث کردیم. من یک کنفرانس قبلاً 7 سال قبل 2011 برگزار کردم تو لندن که 50 تن درش بودن از همه احزاب و گروه ها و منهای مجاهدین، که البته ما با اونا کاری نداریم، اونا هم با ما کاری ندارن، جز ناسزا به ما چیزی نمیگه. و بسیارم نشست خوبی بود. این بار در واشنگتن این کار اتفاق افتاد. نه آمریکایی‌ها به ما پول دادن، نه عربستان پول داد، نه حسن داد، نه حسین. 4-5 تا آدم عاشق خرج این کنفرانس رو دادن. خیلی ساده بهتون بگم: شاهرخ، رضا و کیومرث، هر کدوم گوشه ایشو گرفتن، کتایون عزیز و من دقیقه حال من اسم همه رو ممکنه یکی دو تا رو جا انداخته باشم که بعضی از هزینه ها رو متقبل شدن. یکی هتل رو داد، یکی این طرف رو داد، یکی مهمانان آمریکایی رو برنامه اقامتشون رو در واشنگتن ترتیب داد.
به این صورت کنفرانس برگزار شد. کرایه سالن، تشکیلات نور و صدا و غیره و غیره که خیلی هم مثل مطابق همه کار ما ایرانی ها بعضاً دچار لنگی بود. مبنای این نشست چی بود؟ مبنای نشست من در صحبت اولیم اونجا گفتم براتون، چون بهتون قول دادم تمام حرفا رو هر چه آنجا گفته شد تک تک شرکت کنندگان همه رو داریم الان به صورت پیوسته درست میکنیم، در دو یا سه روز براتون پخش خواهم کرد، چون ما هیچ چی رو پنهانی نداریم، همه چی رو شما باید بدونید چه اتفاقی افتاد. نمایندگانی بودن در اونجا که اقوام ایرانی رو نمایندگی میکردن. فریبرز بختیاری رو داشتیم، کاک عبدالله مهتدی رو داشتیم، دکتر ضیاء صدر اشرفی رو داشتیم، کسان دیگری هم بودن، مثلا دکتر حسن هاشمیان اونجا بود که چقدر دلم میخواست حرف بزن، دکتر جعفر موسوی هاشمی از لندن قرار بود بیاد، ویزاش درست نشد، رئیس حزب تضامن قرار بود بیاد یا حزب همبستگی، ویزاش درست نشد، دوستم یاسین اهوازی قرار بود بیاد، ویزاش درست نشد، سه چهار مهرداد عزیز از آلمان بود، ویزاش درست نشد. خیلی مشکل این مسئله رو داشتیم، مسئله ویزا. خب دکتر ناصر بولدهی بود، دکتر حسین بور بود که واقعا یک رفیق و یار 40 و اندی ساله منه و همیشه بوده، و همینطور دوست عزیزم برادر بزرگترم مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای جبهه ملی. از دکتر شهریار آهی چه بگم که واقعا I'm proud of him، افتخار میکنم بهش، حضورشم در اونجا. این دوستان من بودن. دکتر محسن سازگارا، و محسن سازگارا چنان بیمار بود، با این همه انقدر به قول خودمون بچه ترون لوتی و مرد بود، با کمر خم شده اومد. جمشید چالنگی عزیزم حضور داشت، یک روزنامه‌نگار روشن و آگاه، روزنامه‌نگاران دیگری هم بودن و از روزنامه‌های خارجی بودن چند نفر. و خب 184-185 نفرم در جمع حضور داشتم. جلسه با خوبی و آرامی و همه چی داشت پیش میرفت. تأکید من مکرر و مرتب و همینطور دکتر شارق میراسکندری بر این بود که ما یک ایران واحد هستیم، ایران یکیست، 12 تا ایران، 8 تا ایران، 14 تا ایران نداریم، یک ایران داریم. هر کسی بخواد در تمامیت ارضی و در وحدت ایران خللی ایجاد بکنه، من یکی حالا توان تفنگ به دست گرفتن ندارم ولی با تمام وجودم علیهش می‌ایستم. پس ما دنبال یک ایران هستیم، ایران واحد همبسته، ایرانی که در اون شاهزاده رضا پهلوی و کاک عبدالله مهتدی کرد سنی و یاسین اهوازی عرب خوزستانی ایرانی که به ایرانی بودنش میباله و دکتر جعفر موسوی هاشمی، دکتر حسین بور که میباله به رستم و فردوسی، دکتر ضیاء صدر اشرفی که آمد از شاهان و شاهنشاهان گفت، از زمین گفت، از پیوست ایرانیان گفت، فریبرز بختیاری که ندای قوم درد کشیده شو آنجا برداشت و به ایرانش بالید، و بختیاری ها که قربانیان بزرگی چون زندیات دکتر شاپور بختیار، پدر سردار فاتح و دیگر بزرگان ایران رو
به ایران تقدیم کردن، سردار اسد و دیگران. برای من خیلی جالب بود همه کسانی که صحبت کردن، تمامشون، تمام کسانی که اقوام ایرانی رو نمایندگی میکردن، هیچ کدام نمیگه من تنها نماینده مثلا کردها هستم، نه، ولی بخشی از کردها به او اعتماد داره. خیلی دلم میخواست کاک مصطفی هجری هم اونجا بود، خیلی دلم میخواست دوستان دیگر منم اونجا بودن، دلم میخواست دکتر لاجوردی هم بود، دلم میخواست جمال بزرگزاده همکار عزیزم بود و دلم میخواست خیلی های دیگه بودن، واقعا دلم میخواست 50 تا بودن. امیدوارم در دومین نشست این اجماع صورت بگیره، به خاطر اینکه در اروپا خواهد و ویزای خود مشکلش مشکلی دیگه اینجا نخواهد بود، چون اغلب دوستان مقیم اروپا هم. همزمان برنامه داشت، مستقیم برنامه ما داشت برای یه جمعی از عزیزانمون در ایران پخش میشه و این برای من جالبه. در جمع اونایی که در ایران برنامه رو میدیدن، طرفداران پادشاهی مشروطه، طرفداران جمهوری ملی، طرفداران جمهوری دموکراتیک، طرفداران نظام پارلمانی و نظام ریاستی همه بودن، 53-54 نفر در خانه جمع بودن و مستقیما برنامه رو میدیدن و این کار به لطف آرش عزیزم امکان پذیر شد. از آرش هم سپاسگزارم بسیار، از نیکاهنگ کوثر هم همینطور، یاوری کرد و یاری و حضورش مغتنم بود. و از یکی از دوستان عزیز که از جوانان و دانشجویان لیبرال ایران بود سپاسگزارم. همه اینا بودن دوستان. خب اومدیم و صحبت کردیم هممون در باره اینکه رژیم جهل و جور و فساد باید برود، و هر بار این رو اشاره میکردیم حضار با اشتیاق تشویق میکردن. آمریکایی‌هایی که اونجا بودن چه کسانی بودن؟ آمریکایی‌هایی که بودن بعضن سناشون بالا بود، اما جنرال ولیلی رو که داری صحبتشو میکنی، امروز یکی از مشاوران ارشد ترامپ ادمینستریشنه و همونجا گفت من میروم و به رئیس جمهوری میگویم که این جمعی که اینجا بودند عاشقان ایرانن، وطنشون رو میخوان آزاد بکنن و ما باید ازشون حمایت کنیم. جنرال سیکورت بود، مردی که مجاهدین خلق دو تا از افسرانش رو به قتل رسوندن و این رو تاکید میکنه همه جا. آدمهایی که بودن با نگاه و دیدی که داشتن، دلبستگی که به ایران داشتن، نماد جنگ نبودن، نماد تغییر بودن، نماد تحول و دگرگونی بودن و سخن گفتن. حرفاشون هم خواهید شنید، همشون، همه ی حرفا رو خواهید شنید. ما هیچ حرف ناگفته ای نداریم، همه رو میشنویم. موقعی که آقای دکتر عبدیان نوبتشون شد، دکتر کریم عبدیان از بنیانگذاران حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، انسانی است که دیر سالی از عمرش رو در آمریکا بوده، کارمند ارشد وزارت دفاع آمریکا بوده و الان دوران بازنشستگیش، رئیس حزبشون اگر می اومد، خب طبیعی ایشون سخن میگفت. در غیابش آقای دکتر عبدیان سخن گفت. آقای دکتر عبدیان دیر سال است من میشناسمش، در کنفرانس لندن ما هم حضور داشت. بسیار از دردهایی که عربهای ایران کشیدن متأثره. گاهی اوقات این تأثر غلبه میکنه بر کلام و واژه‌هاش، تند میشه و چون
یک دفعه راجع دربارش موضع تند گرفته شد از کوره در رفت. من خیلی باش حرف زدم، من حتی اونجا دستشو کشیدم که ادامه نده چون عصبانی شده بود. این چیزا در جلسات پیش میاد. در جلسه سخنرانی من در آلمان مجاهدین خلق آدم فرستادن سر و صورت منو با مشت و با بادکنک‌های پر از رنگ زدن، بینی منو شکوندن، تمام چشم و گوش و دماغ و گوشام همه پر از رنگ بود و فیروز گوران عزیزم خودش رو انداخت رو من که منو محافظت بکنه. خود فیروزی که تفلک لاغر و باریک است، برادر همسرش چقدر فرزندان برادر همسرش تا بامداد اینا نشسته بودن عشق میریختن، بچه های جوون، از این حالتی که بر من رفته بود. در این سخنرانی مردم اعتراض کردن، تنی چند اعتراض کرد. آقای دکتر عبدیان هم عصبانی شد و که همه رو خواهید دید، تمام اینا رو خواهید دید. من بلا فاصله بعد از سخنان آقای دکتر عبدیان آمدم و به فارسی و به انگلیسی گفتم There is only one ایران، فقط یک ایران هست، فقط یک ایران. زبان فارسی زبان ملی ماست، زبان یگانگی ماست. اما حداقل یاد گرفتم تو طول زندگیم، 37 سال تو انگلیس زندگی کردم، یاد گرفتم، قبلش هم باز 4 سال اینجا بودم، که زبان ولز که یه بخشی از انگلیسه و زبان مرده ایست، اصلا داره میره، حفظش کردن. تو مدرسه شون هم درس میدن، همینطور گیلیک رو. هیچ ضرری هم به زبان انگلیسی نزده، بلکه بر قناش افزوده. شما فکر کنید تمام اون فولکلور آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و بختیاری و قشقایی و بویرحمدیان، از قشقایی هم بانوی نازنین اونجا بود، همه این فولکلور، ادبیات، فرهنگ، نقش قالی، نقش سرامیک، اینا همه ایرانه. همه میگیم ایرانی، گبه رو که میبریم میگیم گبه قشقایی ایران، قالیشه که ترکمن میبافه میگیم ترکمن ایران، چون این قالیشه با ترکمن ترکمنستان فرق میکنه با قالیشه تبریز، قالی تبریزی که میگیم تبریز ایران، بیجار ایران، قروه ایران، سنندج ایران، دهلوران ایران، لرستان ایران. از لرها هم داشتیم. بعد این مجموعه زیبا، این لحاف چلتکه، ما بیایم بگیم نه، اون گوشه اون لحاف که داره به زبان کردی حرف میزنه حق نداره به این زبان حرف بزنه. ببینید زمان شاه فقید هر چی هم میگن حالا این کار کردن اون کار کردن، میرفتیم کردستان مردم کردی حرف میزدن، روزنامه کردی هم داشت، تو خوزستان همینطور. بچه‌م خاورمیانه مگه عربی نبود؟ اطلاعات مگه مجله عربی بیرون نمیداد؟ داشت. خوزستان رادیو تلویزیونش چندین ساعت به زبان عربی داشت، در کردستان به زبان کردی، در آذربایجان به زبان ترکی. ما داشتیم زبانهای مختلف، بلوچستان به زبان بلوچی. هیچ کدوم اینا به وحدت ملی ما لطمه نزد. حرمت بگذاریم. رژیم جمهوری اسلامی انکار میکنه، آخوندها انکار میکنن، خودشون همه مال شهرستان ها، مال جای مختلف ایران، بین خودشون هم حرف میزنن، اما یک فرزند آذربایجان رو میگن نباید یاد بگیره تو مدرسه ترکی. خب ترکی رو که یاد میگیره از مادر و پدر، اما بگیریم ترکی علمی هم یاد بگیره، او بر غنای زبان فارسی خواهد افزود، چون زبان یگانه ماست. این زبانی است که ما
چند ساله، چند قرنه داریم با این زبان اشتراکات خودمون رو با هم شیر میکنیم. به قول مرحوم کارسلای مهتدی بارها من اینو گفتم، به همون اندازه از خواندن شاهنامه غرق غرور میشه که بنده بخونم یا شما یزدی، تهرانی، کاشی یا اصفهانی یا شیرازی. برای اونم این عظمت هست. اجازه بدید یه گوشه ای از حرفامو من براتون اینجا بگذارم، بخش فارسیشو میگذارم و بعد در طول کلی مطالب همه اینها رو دوباره خواهید شنید. ولی این قسمتی است که من بعد از حرف یک جنرال آمریکایی عنوان کردم. میبینیم برای اینکه با سوء تفاهم اینجا پیش نیاد. I will say it in English later. سوء تفاهمی پیش نیاد چون صحبتی شد اینجا، الان یه اشاره شد، قبلا هم یه اشاره. همه ما با هر گونه عملیات نظامی علیه ایران مخالفیم. سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست فرزندان ایران انجام خواهد گرفت. آنچه از جهان انتظار داریم از پشت خنجر به ما نزنند، کاری که آقای اوباما تو سال در جنبش سبز کرد. ما اونو میخوایم. بله، در 2009 دکتر حسین بور از رستم گفت. خیلی رستم الان داریم که فقط دارن به ما نگاه میکنن، ما چه کار خواهیم کرد؟ منتظر ما هستن. زیر یه سقف جمع شدیم، انواع و اقسام آدم ها هم بودیم. اعتراضم کردن به حرف بعضی از ما، بعضی ها دوست نداشتن کلمه فدرال و غیر متمرکز و یا اینکه آدم زبان مادریش هم در کنار زبان ملی فارسیش حرف بزنه. اشکال نداره، این اختلاف ها رو میتونیم حل کنیم. اگر ما اومدیم اینجا گفتیم من علی فلان، من میخوام تو سر ملت ایران بزنم، یه حکومت درست کنم، ملت ایران رو آدم بکنم و فرار کنیم از اینجا، اون دوران گذشته. دورانی است که همه ایرانیا مصلحت همدیگه رو درک کنن، به هم احترام بگذارن. من چقدر دلم میخواد یکی از شعرهای شیرکوبی که هست مثلا کردیه و اشاره میکنه، میگه من کردم ولی وطن من زیباترین آسمانه. ما اینجور فکر کنیم یه سرزمینی داریم به نام ایران، هزاران سال هم از داریم با هم زندگی میکنیم، تیکه پارش هم کردن ازش کندن، ولی هنوز این گربه نشسته به دیوار آسیا جاندار و زنده و پرتوانه. چرا؟ چون کریم عبدیان عرب به همون اندازه دلش برای ایران میسوزه که حسین بور بلوچ، به همون اندازه که صدراشرافی آذری، عبدالله مهتدی کرد، به همون اندازه که فریبرز بختیاری. ما هممون عاشق این سرزمینیم، اما عشق دو طرف است. عشق یه طرفه نمیشه، سرزمینم باید به من عشق داشته باشه. در این حال نگه آقا تو بیا فداکاری کن، خودتو بکش، بعد من میام دوباره تو سرت میزنم. تو حق نداری به زبان ترکیت حرف بزنی. چرا؟ چرا نه؟ زبان ترکی رو یاد میگیرم، در کنارش زبان فارسی رو یاد میگیرم، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. این همه ملت ها در جهانن، دو زبان دارن، سه زبان دارن، از هم پاشیدن. سوئیسی که چهار زبان داره از هم پاشیده؟ نه. الان تو امریکا نصف ملت اسپانیش حرف میزنن. آیا امریکا نابود شد؟ نه. زبان فارسی نگهبانانی داره به نام فردوسی، حضرت فردوسی، حافظ، مولانا، احمد شاملو، اینا نگرش میدن. بزنین یه مثال براتون بزنم. رضا شاه رفته بود ترکیه، آتاتورک جلوش یه سربازی رو صدا زد، گفت بیا برو پای تخته بنویس. شروع کرد بهش گفت یه چیزایی رو نوشتن. بعد آتاتورک برگشت گفت ببین زبون لاتین بکن، همه ملت رو باسواد میکنی. اون رضا شاهی که میگه مالا سواد نداشت یا هرچی، برگشت گفت ببین من یه مشکلی دارم. گفت مشکل چیه؟ گفت یه عده پاسدار این زبانن که اگر من این کارو بکنم گردنمو میزنن. گفت کی؟ گفت حافظ، سعدی، فردوسی، حالا همون آدمی که این رو همراه او که باشه مینویسه. نمیخوام بگم ما برگردیم به اون منطق،
ولی زبان فارسی زبان مشترک همه ماست که بتونیم با هم کامیونیکیت بکنیم، حرف بزنیم، ولی برای دیگرانم ارزش قائل بشیم، برای دیگرانم حق قائل بشیم که حق دارن به زبان مادری خودشون نیز بیان. حرفای من و شما سالها شنیدید و خوندید. همیشه اعتقاد من این بوده، همیشه از 16-17 سالگی که نوشتن رو شروع کردم تا امروز. من عدنان قریفی رو یک ایرانی واقعی میدونم. عدنان عرب ایرانیه. تک تک بچه های خوزستان خیلی هاشون رو میشناسم، تک تکشون رو ایرانیان وطن پرست میدونم. عرب، بختیاری، هر کدوم از توایف دیگر هم اونجا باشن. اینا رفتن جلو صدام، بچه هاشون کشته شدن، خونه هاشون از هم پاشیده شد، نخل هاشون نابود شد، خرم شهرشون هنوز خونین شهره. ما با وقتی نگاه میکنه، کرد ها همینطور، آذربایجانی ها همینطور، در مشروطه چه کردن؟ من به عبدالله مهتدی همیشه میگم اگر در مشروطه تبریز پایگاه شد الان باید سنندج بشه، چون شما دست باستری داری به خاطر کردستان عراق. و اونا همیشه گفتن توی دفتر من، رازیست ولی الان بهتون میگم، در دفتر من کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری و شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کردن. اینو براتون بگم چقدر زیباست که گفتن شاهزاده شما بیا به کردستان، ما میبریم تا بانه پشت سرت به بانه خوش آمدید رو مردم ببین و پیام بده ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. البته مسائل امنیتی و سکیوریتی غیره اجازه نمیداد شاهزاده بره، ولی این سعه صدری که او پیدا کرده، این حرفی که او راجع به حکومت غیر متمرکز میزنه، همین مصاحبه اخیر ایشون با دوست و همکار قدیمم هم مهدی فلاحتی خیلی روشن خط و خطوط رو مشخص میکنه. دوران آن که تو همه قدرت در دست یک فرد بشه گذشته، نماد پادشاهی مشروطه. خودش میگوید اگر در یک ایران آزاد مردم اختیار جمهوری کردن، من با مردم. اگر نظام پادشاهی مشروطه خواستن، من یک نماد خواهم بود، من یک نماد خواهم بود، نمادی که وحدت ملی رو تأمین میکنه. شما فکر میکنید اون وقت آقای عبدیان یا کاک عبدالله یا آقای ضیاء صدر یا دکتر حسین بور یا دوست بختیاری من فریبرز یا قشقایی ها یا عزیزم مهندس کردستانی یا دکتر شهریار آهی، اینا مشکلی با اون نو پادشاهی خواهند داشت؟ ابدا. خود من که هرگز نخواهم داشت. و من بسیار شاهزاده رضا پهلوی رو دوست دارم شخصا، به خاطر که بسیار آدم دموکراتیه، بسیار آدم دموکراتیه، سعه صد داره، میشینه با کسی که روزگاری میخواسته بکشتش، او رو براندازه، ریشش رو بزنه، میشینه با نهایت آرامش باش حرف میزنه، روشم میبوسه. من بارها باش نشستم و دیدم کسانی بودن که مخالفش بودن. خب ما او رو داریم، این طرف هم ما آدم هایی داریم که اگر جمهوری خواه هستن ولی آدم های ملی هستن، آدم هایی که بر این باورن که در ایران باید نظام پارلمانی باشه و رئیس جمهوری نماد باشه مثل پادشاه. ما مشکلی با اینا نداریم، اینا بودن اون روز. حالا کسانی میخوان تخریب کنن به چر و سیاه کن. خیلی برام جالب بود آقای معترضی که من بهش مجال دادم بیاد همه حرفاشم بزن، من و دکتر میر اسکندری رو با زشترین الفاظ یاد کرده. همینجا اعلام میکنم هیچ گلایه‌ای ندارم، مهم نیست.
اصلا گلایه ای ندارم. و جالب بود وقتی به ایشون گفتم که شاهزاده رضا پهلوی معتقد به عدم تمرکزه. حالا اسما فرق میکنه. زندیات فروهر به دکتر قاسملو گفت آقا من از لفظ خودمختاری بدم میاد، این منو یاد استالین میندازه. گفت خب چی دوست داری؟ گفت خودگردانی. خودگردانی من دعوا که سر اسم ندارم. حالا اون میگه نظام فدرال، از کلمه فدرال خوشمون نمیاد، مجلس مؤسسانمون میتونه واژه جاش بگذاره. نظام غیر متمرکز، خودگردانی، مردم استانهای ایران بتونن مسائل محلیشون رو خودشون حل بکنن، دفاع کشور، بودجه کشور، روابط خارجی کشور، ارتش، ارتش نیروهای مسلح کشور، اینا همه در مرکز هست. اما شهربانی محله، پاسبان باید مردم رو بشناسه. درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم. امروز سالروز تولد گیتیه، گیتی پاشایی عزیزم. بین ما نیست ولی اسم و نام و صداش همیشه با ماست. فولاد عزیزم تسلیت میگم، یاداوری نبود مادرت، ولی تبریک میگم که امروز سالروز تولدش. میدونم که همیشه با یادش هستی. همینطور مسعود کیمیایی که مدتی همسر گیتی بود. گیتی زن بسیار فرزانه، بسیار روشنندیش و روشنفکر بود. برای همین برای مشروطه خون. میریم گوش میدیم.
با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. از اونجا که گفتم راجب کنفرانس و سخنرانانش همه رو پخش خواهیم کرد، به همینجا بسنده میکنم، به جهت اینکه شما اول باید ببینید چی گفته شده که بعد بعضی از این ناسزاها و نه اعتراضها. ای کاش اعتراض بود، ولی چه حرفای رکیکی گفته شد، اصلا باورم نمیشه یک انسان مهذب مؤدب، قیافش آدم میبینه میبینه چقدر محترمه، بیاد این حرفا رو بنویسه. برای من عجیب بود. و در آدم آزادمنشی رو بعد من زنگ زدم به همکار نازنینم فهمیم سخن و گفتم عزیز من اشتباه کردی، این کنفرانس این نبود، حداقل این بزرگ مردی رو داشت و این سعه صد رو که بیاد بگه خطا کرد در اون مورد. ای کاش بقیه هم این کار رو بکنن وقتی که این حرف رو میزن. مثلا یکی به من گفت در برنامه دوست هزار سالم، سعید بهبانی که اصلا فامیلمه، مثل فامیله برای من، گفتن در تلویزیون میهن اونجا خیلی به تو پریدن یا به کنفرانس. من ندیدم، ولی من مطمئنم سعید بهبانی اگر کنفرانس رو بدونه و بدونه چه خبر شد این موضع رو نداره. به هر رو حالا از دیگران گفت انتظاری ندارم. دل انسان زمانی میگیرد که دوست گلی پرتاب میکند، قصه شبلی و منصور حلاج به یادمون میاد. بله تو چرا برو توست تو هم خب ابن نداره. 40 سال سازمان ها احزاب تشکیل شد اومدن، امکانات مالی داشتن نداشتن، رفتن اومدن، به محض اینکه یک قضیه جدی داره پا میگیره شمشیرا کشیده شد. وقت میگه چرا رژیم آخوندی باقی مون، چرا هستن. بله بگذاریم یه خودم برسیم به مسائل مملکتی و مسائل سیاسی. یه نکته رو من میخوام اینجا بهتون بگم. آدمی به نام سردار سلشگر حاج قاسم سلیمانی، من عنوان رمبوی ولی فقیه رو براش گذاشتم. حالا رمبو رو میتونیم خوشمون بیاد ازش بدمون بیاد، میتونیم نقشی که در افغانستان داشت آقای سیلوستر استالونه در نقش رمبو دوست بداریم یا بدمون بیاد، میتونیم در ویتنام رفته بود در جنوب شرقی آسیا توی فیلم دیگهش یا در آمریکای لاتین دوست بداریم یا بدمون بیاد. رمبوی ولی فقیه هم همین کار رو میکنه، همه جا میره، میره عراق 5 روز با رهبران شیعه فراکسیونا میشینه، یواشکی در گوشون میگه اگه نیای خداحافظ. طرف هم میترسه، حالا مقتدا صد باشه، حکیم باشه، اون یکی باشه، فقط یگانه مردی که نمیترسه عیاد اللاویه، دلاورانه میشه در برمش. این آقای قاسم هاش قاسم سلیمانی که برای بعضی هم قهرمان شده تو خارج کشور، این آقا دروغگوه، بسیار دروغ میگه، مثل ریگ دروغ میگه، مثل چی بگم، آب روان نمیگم، آب روان زیباست جالیه، ولی دروغ میگه. درباره انتخابات لبنان دروغهایی گفت که شاخ از سر همه در اومد. ندیم قاطعش نویسنده برنامه ساز و طنز پرداز لبنانی پوستشو کند. دخالت در امور لبنان، دخالت مستقیم و حرفهایی سر تا پا دروغ. میگه نه، گوش بدید حرفاشو و من مچشو جا به جا میگیرم. گوش بدید. این انتخابات لبنان یه رفراندوم بود. امروز خدمت امام جمعه عزیز و محترم بزرگوارمون توضیح میدادن چرا رفراندوم بود. این کسانی که هی
تحلیل های غلط میکنند، ناشیانه میکنند، نادانسته حرف میزنند. نمیخوام بگم مغرضانه حرف میزنند، نادانسته حرف میزنند. خب این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که همه حزب الله را متهم میکنند در دخالت در امور سوریه، در دخالت در امور لبنان، در دخالت در امور عراق، در دخالت در امور یمن، در دخالت در امور منطقه و کشورهای عربی. این شورای همکاری، این سعودی و این کشورهای نادان که نادانها و نابخردها بر اونها حاکم هستند، نظیفترین و با افتخارترین جریان اسلامی را جز لایحه تروریست قرار دادن و اسمهایی که نشاط بر قرب مسلمان ها ایجاد میکنه مثل نام سید حسن نصرالله در نام تروریست قرار دادن. کسی که در دفاع از عالم عربی مهمترین دشمن عالم عربی را شکست داد، خب تبلیغ کردن. هر که با اونها بود، با همین جریان حزب الله بود، اونها را به عنوان مزدوران ایران اعم از سنی و غیر سنی نامیدن. این انتخابات زیر بار این آوار و 200 میلیون دلار پولی که سعودی صرف کرد برای این محدوده کوچک، کرمان خودمون در 15 برابر از لبنان بزرگتره. 200 میلیون دلار خرج کردن توی محیط کوچکی در یک محدوده زمانی کوتاه کار ساده ای نیست. نتیجه چی شد؟ نفر اول شهر بیروت برای اولین بار در تاریخ لبنان یک شخصیت منتسب به حزب الله، البته شیعه، شد. همون کسانی که به عنوان مزدوران ایران مینامیدندشون، بعضن هر نفر به اندازه 2 نفر از اونها رأی آوردند. حزب الله برای اولین بار 74 کرسی از 128 کرسی پارلمان لبنان را مال خودش کرد. از یک حزب مقاومت تبدیل شد به یک دولت مقاومت لبنان. این تلاش دشمن بود؟ مگر نکرد دشمن این کار رو؟ مگر این تو اوج تنگناها و فشارها بر حزب الله اتفاق نیفتاد؟ مگر در اوج حرکت‌های خبیثانه آل سعود و پولپاشی‌های اونها اتفاق نیفتاد؟ اتفاق افتاد. در این وقت اتفاق افتاد. این پیروزی خیلی بزرگی است. حاج قاسم دروغگوی، به همین راحتی دروغ میگی، چون نظام پایش روی دروغه. جمهوری ولایت فقیه از اول دروغ گفت. سید روح الله مصطفوی به مردم وعده آب و برق مجانی و خانه مجانی و اتوبوس مجانی داد، دروغگو بود. در پاریس گفت ایران یک حکومت دموکرات خواهد داشت، ما آخوندا میریم دنبال کارمون، گفت خدعه کردم. صادق قطبزاده که خمینی اعدامش کرد، بارها میگفت این مرد مثل آب خوردن دروغ میگه. به مهندس بازرگان گفت هویدا رو ببرید، همون آن به خلخالی گفت بکشید. دروغ میگفت مثل آب روان. ریگه هرچی بگم. حاج قاسم تو هم به هر حال اون رهبرت بوده دیگه، ولی تو الان در کرمان داشتی پیش اون بنایی که کار میکردی، حالا شاید سرعمله شده بودی یا بنا آدم با استعدادی هستی، دیوار مردم رو میبردی بالا. حالا هم از دیوار میری بالا، متامیری بکشیشون. اشاره میکنه که انسانهای والایی مثل حسن نصرالله و لابد عماد مقنعه مرحوم و اعوان انصارش، اینا هم به دست رژیم سوریه کشته شدن و همین اربابای حسن از آقای قاسم سلیمانی میدونن.
چون گیر می افتادن همه رو فاش میکردن، دنیا هم دنبالشون. این حسن نصرالله قاتل حریریه، تروریست نیست، قاتل فلیحانه، قاتل سمیر قصیره، قاتل جورج هاویه، قاتل علامه عامله، قاتل همه اونا هست. پس تروریسته حسن نصر و شیطان، تروریسته حزب و شیطان، حزب تروریستی است. مردم لبنان بدشون میاد از این حزب. اما چه کردن؟ خیلی راحت. مقام معظم رهبری 2-3 میلیارد ریختن اونجا، برای یه عده خونه ساختن و جاده کشیدن براشون و حموم درست کردن و بیمارستان، فقط برای شیعه های اتباع ولایت. این اتباع ولایت پا میشن میرن رأی میدن. مسیحی ها نصفشون نمیرن، سنی ها نمیرن، درزی ها نمیرن همشون. حالا شیعه هم اکثریت دیگه، از تعداد جمعیت با طوائف دیگر لبنان از هر طایفه بیشتره، یعنی از مارونی ها بیشتره، از کاتولیک ها بیشتره، از ارتدوکس ها بیشتره، از درزی ها بیشتره، از سنی ها بیشتره، ولی اونا یه مجموعه میشن در برابر این. حالا آقای حسن، آقای قاسم سلیمانی کذاب، من معتقدم به جای جعفر کذاب به این باید بگیم قاسم کذاب، اسمو داشته باشه، میگوید 200 میلیون دلار در لبنان خرج کردن که حزب الشیطان برنده نشه. اولا اینو میگه، حزب الشیطان 74 کرسی از 128 کرسی رو به دست آورد. دروغ تا این حد؟ یعنی آدم این همه وقاحت داشته باشه روز روشن دروغ بگه اینجوری؟ تو عراق مردم عراق به اینا نگفتن، به نوکرشون نوری مالکی نگفتن، اینا حالا میخوان عقدهشون رو تو لبنان خاری کنن. ولی مردم لبنان، مردم لبنان اینا رو میشناسن. حاج قاسم جرأت داره بیاد تو خیابونای بیروت راه بره، جرأت داره تنها بیاد راه بره. قاتل حریریه، جزو قاتلانه، اینا یه مجموعه بودن، دار و دسته استخبارات اسد و حزب الله و سپاه قدس با همین جنایت رو مرتکب شدن. ایشون میگوید که حزب الله 74 کرسی به دست آورد و یه نفر از حزب الله بالاترین آرا رو در بیروت به دست آورد. دروغ دروغ دروغ. اولا انتخابات در لبنان یک کامباین، یعنی سیستم پروپورشنال هست و سیستم حوزه رأی‌گیری واحد، یعنی اون حزبی که برنده میشه به تعداد آراش کرسی به دست میاره. در این حال در بعضی از مناطق کرسی ها تک نفر است، یا اونایی که توافقیه، یعنی نامزد از قبل میدونه برنده است، احزاب دیگه نامزد معرفی نمیکنن، یا اینکه 4 نفرن در یه حوزه واحد هستن و در اون حوزه این 4 نفر رأی میارن، باز در سطح عمومی نیست. حزب الله نه تنها در بیروت اول نشد، شما اگر بیاید مقایسه کنید مثلا تعداد رأیی که نفر اول مارونی قوات لبنانی آقای سمیر جعجع اوورده با مثلا محمد رد، اینو مقایسه بکنید، این محمد رد بیشتر داره. چرا؟ چون مناطق شیعه نشین بیروت بیشتره. نبتیه شما این دو نبتیه حالا بیرونه، ولی شیاه اینو رومانه، الان اینو رومانه که مسیح بود نصف شوهن شیعه، تمام منطقه از بیروت فرودگاه تا شهر دورور شیعه هن. با ضرب تفنگ حزب الله و پولای مقام معظم رهبری در لبنان، احزاب در جاهای با هم ائتلاف کردن. مثلا حزب الله کرسیایی رو که در پارلمان قبلی داشت به دست آورد. 9 تا حزب اللهی
که مال حزب الله، بقیه شون 4-5 نفر حزب اللهی نیستن، به عنوان مستقل بودن، یا حزب قومی سوریه اجتماعی بوده که در جنوب با اینا ائتلاف کرده، یا پسر معروف سعد که با اینا ائتلاف کرده. خب در بعضی از حوزه ها حزب آقای اون رئیس جمهوری که دامادش آقای باسیل رئیسشه با حزب الله ائتلاف کرده. در نتیجه ائتلاف چی شده؟ شیعه ها رفتن به نماینده حزب اون رأی دادن و مسیحای مارونی هم اومدن به شیعه ها رأی دادن، در که افرادشون برده بشه. حالا در جاهای گروه رئیس جمهوری با آقای سعد حریری ائتلاف داشت، مثل ترابلس لبنان ائتلاف داشتن. گروه حزب الله و گروه جنرال اون در ترابلس شکست خوردن و سعد حریری برنده شد. یه عده آدم های مثل نجیب میقاتی و عمر کرامی و اینا که در اونجا بودن، ببخشید فیصل کرامی پسر عمر، و همینطور در جاهای دیگه لبنان هم اینجوری بود. یعنی آقای ولی جنبلا درزی ها در اونجا ائتلافی داشت در یه نقطه با نبیه بری و در جای دیگه با سعد حریری. بنابراین حزب الله 74 کرسی به دست نیورده. تازه اون ائتلافی هم که حزب الله توش بوده، مال اون و مال 4 تا حزب دیگه، 74 رأی به دست نیوردن. نمونش تعداد نمایندگانی است که به نخست وزیری سعد حریری رأی دادن و ابراز تمایل کردن. حزب الله رأی منفی داد، نخواست حریری بیاد. 9 تا بودن، در 12 هم از حزبای دیگه بودن. بنابراین حزب الله اگه 74 کرسی داشت، محال بود حریری رو کار بیاد، چون قبلا گفته بود اینو، آقای فیاض گفته بود، آقای رعد گفته بود، ابراهیم السید گفته بود، اینا همه گفته بودن که حتی نعیم قاسم که اینا به حریری رأی نمیدن، ولی حریری نخست وزیر شد. پس دروغ آقای قاسم سلیمانی آشکار شد. و اصولا لبنان هم با عراق فرق داره، ساختار و سهمیه بندی مذهبی در مجلس ملی لبنان، توافقاتی که پشت پرده صورت میگیره، شیعه سنی مسیحی اینا که هم با هم ائتلاف میکنن، محال اجازه بده در لبنان حزب الله کار دست حزب الله باشه. با تفنگ ممکنه بیاد بزنه بکشه، مثل اون جریانی که بعد از جنگ با اسرائیل تو لبنان اتفاق افتاد. بعد آقای قاسم میفرمایند که حزب الله دشمن عرب ها رو شکست داد، یعنی اسرائیل. کجا شکست داد؟ الان اسرائیل نابود شد، بیچاره شد. آقای نتانیاهو 50,000 صفحه اطلاعات از ایران برد، دیسکای اطلاعات رو برد. چجوری برد؟ آقای نتانیاهو اومد تو سر اینا تو سوریه زد، اسرائیل شکست خود نابود شد. حسن نصر و شیطان عامل سیاست امروز اسرائیل علیه ملت فلسطینه. اینها همدست اسرائیلن، حسن نصر و شیطان همدست اسرائیل، نه دشمن اسرائیل، اگرچه اسرائیل پسرش هم کشته آقا هادی رو، ولی اینا حتی برای بچه هاشون ارزش قائل نیستن. به هر حال حاج قاسم دروغی چنین آشکار گفت. رمبوی ولی فقیه مثل سیلوستر استالونه و رمبوی هولیوود هم نیست، او حداقل دروغ نمی گفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باش. پروردگارا کشور ما را از دروغ و خوشسالی نجات بده. علیرضا نوری‌زاده، تا دوشنبه. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم که متنفر از دروغ، و روزداران عید فطرتون مبارک.